بعد از اونجایی که مهدی اشاره کرد در مورد بیماریم، تو یکی دو تا برنامه قبل راجبش صحبت کردم. من چند ماه پیش شینگلز گرفتم. چیز جالبی اصلا نیست، ابدا چیز جالبی نیست، بسیار دردناک، و احساس میکردم که چشم چپم داره کور میشه. فکر میکنم آرزو برام فرستاده عکسای مربوط به بیماریمو، الان بتونم براتون نشون بدم. چون حرف زدن یه چیزیه، ولی آدم وقتی که به چشم میبینه یه چیز دیگه است. همه انگار در یک آن به وجود اومد. نه تنها شینگلز گرفتم، روز تولدم بنده در بیمارستان بودم و دستش درد نکنه شاپور خیلی زحمت کشید، تو رفت آمد منو میبرد و میبرد، کشیش سقراطی خیلی زحمت کشید، خیلی زیاد. ولی خب اونا نه دکترن، نمیتونستن، فقط میتونستن محبت بکنن و هر چی از دستشون برمیاد انجام بدن. درد و من باید میکشیدم، درمان هم دکترها باید سعی خودشونو میکردن. با چند تا دکتر از جمله برادر خودم صحبت کردم، همه گفتن که این دردناکترین بیماریه که وجود داره، و گفتن یک سال طول میکشه تا از بین بره. خیلی سخت بود، خیلی زیاد. نه تنها شینگلز گرفتم، و این چشم من انگار یه نفر داره با نوک چاقو میزنه به تخم چشمم. آنچنان دردی میگرفت 24 ساعت شبانه روز، خیلی دردناک بود. فکر میکنم پیدا کردم این عکس رو الان براتون نشون بدم. عکس های جالبی نیست، ولی خب این چشم چپم هست که اصلا باز نمیشد. شاید بتونید ورمش رو تشخیص بدید توی این عکس. کاملا ورم کرده بود، چشمم کاملا بسته، و از اون ورم اون تخم چشمم چی میگن زغزغ میکرد. داروهای درد به هم داده بودن، ولی هیچ اثری نمیکرد، هیچ. داروهای قوی، هم ردیف مورفین و بالاتر. اثر نمی کرد، اصلا اثر نمی کرد. و همزمان حمله انگزایتی داشتم، انگزایتی اتک داشتم. و چند روز بعد از اینکه شینگلز گرفتم، در اثر یک سانحه‌ای سه تا از استخونهای سرم، جمجمه سرم، پشت سرم، گیجگاه و پیشونی شکست. بینیم هم شکست، ولی خب بینیم هیچ کاریش نکردن، فقط یه سوراخ نمیدونم این ور زدن یا این ور، گفتن خودش خوب میشه. بینیم هم زیاد درد نمیکرد، ولی پیشونی عجیب، پیشونی و چشم چپم.
همش میگفتم خدایا چرا؟ آخه یه نفر آخ آرزوی گرامی عکسای بیماریم رو که فرستادی عزیز جان همه کج اومده و بعضیاش اصلا باز نمیشه، اینو لطف کن فورا به صورت ویدیو برام بفرست، هیچ کدومش باز نمیشه. او این یکی باز شد ولی خیلی پهن اومده، بذار ببینم چرا اینجوری نشون میده. من الان درستش میکنم، سعی میکنم درست کنم. آی اوکی، این علامت شینگلز هست روی بینی، پیشونی، سمت چپ پیشونیم و روی چشمم. بله، اینم همین کشیش حمید خوشتیپ که اینقدر ازش تعریف میکنن. و اینجا فقط پیشونی و بینی رو نشون میده ولی چشم چپم پر از شینگلز شده بود، به علاوه سرم، این پوسته سرم زیر موها پر بود از شینگلز و درد. و وقتی که استخونم هم شکست، on top of that، به علاوه شینگلز استخونم هم شکست، فقط دو سه نفر بودن که مرتب باشون در ارتباط بودم، یکی مادر روحانیم بود، آرزو بود و کشیش سقراطی و البته یکی از بچه های ماهواره که خیلی به من لطف داره که بتونن آرزو و اون دوستمون در ماهواره بتونن برنامه ها رو ادامه بدن، تکرار بچینن، هر کاری که میخوان بکن. من بیمارستان بودم، چهار شبانه روز بیمارستان بودم و فکر میکنم حدود یه 500 هزار دلاری خرج بیمارستان شد. مریکه مادر روحانیم دعا میکرد، 95 سالش تفلک، و کشیش سقراطی چند مرتبه اومد به هم سر زد، برام غذا میگرفت میورد، و آرزو هم تلفنی خیلی زحمت کشید. نمیتونم این درد رو براتون تشریح بکنم، درد و تخم چشمم که انگار با کارت روش نگه داشتم، فقط درد میکوبید. هنوز هم یه مقدار تمونده داره، وقت نکردم برم دکتر. تصورشو بکنید شما، از این ور شینگلز، از این ور درد شکستگی استخوان‌ها، دو نوع درد مختلف، درد داخلی و درد بیرونی خیلی زیاد، و از این ورم باید یه جوری یه کاری میکردم برای اینکه کسی نیست کارهای من انجام بده. جاش هست تشکر بکنم از همه پشتیبانان پیام و آرامش که توی اون مدتی که من بیمارستان بودم و در این 4 ماهی که برنامه نداشتم، در 4-5 ماه اخیر من 2 بار برنامه زنده اجرا کردم، این سومیشه، همش تکرار پخش میکردیم، نمیتونستم. موقعی که انگزایتی اتک میگرفتم همزمان شینگلز و درد و چیزهای دیگه، نفسم بالا نمیمد و برای اولین بار بود که من شکایت کردم از تنهاییم به خدا. تنها من بودم و لولو و این حیوانم فقط دورور من میگشت، فقط مثل پروانه دورور من میگشت و مرتب محبت میکرد، میمد پیشم، سرشو میذاشت رو زانوم که یه خورده منو تسلی بده. میفهمه، حیوان میفهمه. کسی نبود اینجا یه لیوان آب به من بده یا یه تخم مرغ آبپز بکنه، غذای لولو رو بهش بده، یا درو باز بکنه بره بیرون کارشو بکنه و برگرده.
روزای بسیار سختی بود. فکر نمی کردم بخوام روی تلویزیون راجبش صحبت بکنم، ولی طوری شده بود، می گفتم خدایا ببر، منو ببر. الان 23,000 تا کشیش همی تو ایران به وجود اومده. همین به قول فلورا تلفن کرده بود، می گفت مردم اینطور دارن از اسارت آزاد میشن، نجات پیدا میکنن، با اون شستشوی از شستشوی مغزی که بهشون داده بودن آزاد شدن. همه این کسانی که نجات پیدا کردن، از جمله همین مهدی که دوباره امشب تلفن کرد، اینا خودشون الان یه پا کشیش هم میدن، کلام رو میدونن، جواب خیلی از سوالات رو میدونن و همچنان دارن رشد میکنن، انجیل داره، مطالعه میکنه. همه ایماندارا اینطورن در ایران و خدا رو شکر. به خدا میگفتم ببر، بریم برم بهش، تمام بشه خیالم راحت. نمیتونستم تحمل بکنم، نفسم بالا نمیمد، درد میکشیدم، نفسم بالا نمیمد و بسیار ناراحت کننده بود. مرتب با مریکه مادر روحانیم و با آرزو و با کشیش سهراتی در ارتباط بودم. طفلی ها دعا میکردن، اون چی که از دستشون برمیمد انجام میدادن. ولی موضوع این بود که این مرحله باید طی میشد. خدا رو شکر از تقریبا یک ماه پیش اگر اشتباه نکنم، از یک ماه پیش برخلاف اون چیزی که همه پزشکا گفته بودن که تا یک سال دووم میاره، اونقدر ما دعا کردیم که این دوره رو خدا کم کرد و الان در خدمتتون هستم. گاهی اوقات خیلی ناراحت می شدم، ناراحتیم بیشتر از تنهایی بود، بیشتر از این یه آدم مفلوج شده بودم. اونایی که حتی غذا نمیتونن دهن خودشون بذارن، هیچ کاری از دستم بر نمیمد. سقراطی هم سلوغون زندگی میکنه، آرزو هم یه ایالت دیگه است، مریکه هم شمال کالیفرنیا است، تقریبا با رانندگی 13-14 ساعت با من فاصله داره. هیچ کدوم نمیتونستن. حالا سقراطی از همه به اصطلاح نزدیکتر بودم، تفلک با اون ترافیک شدید لس آنجلس یه ساعت، یه ساعت و نیم، بلکه بیشتر طول میکشید فقط یه مسیر رو بیاد به من برسه، بعد یه مدتی هم اینجا با من بگذره، اون رو دوباره همون مدت برگردونه، در حالی که خودش زن و بچه داره، نوه داره، دو تا طول سگ داره. اینجا الان مهمون لولو هستن، سگای سهراتی، کشیش سهراتی، و لولوی خوره از تنهایی در اومده. خیلی فکر کردم، اولا که پیش خدا توبه کردم از اینکه اونطوری که باید نمیتونستم مردم رو درک بکنم. اونایی که تلفن میکردن میگفتن آقا ما از تنهایی ناراحت، منم میگفتم خب یه سگ بگیرین، یه گربه بگیرین، یه حیوان بیارین خونه. ولی من حیوان داشتم تو خونه. تنهایی من همراه با بیماری و شکستگی و استخوان و این چیزا خیلی سخت و دردناک بود. ولی الان وقتی یه نفر میگه از تنهایی زجر میکشم، من بهتر درکش میکنم. برای اولین بار بعد از بعد از 20 سال که مجرد هستم، برای اولین بار فکر کردم ای کاش زن میگرفتم. برای اولین بار، و اونم عادلانه نیست، زن بگیرم به خاطر بیماریم جور در نمیاد. ولی خب به جایی رسیدم که احتیاج داشتم با یکی حرف بزنم، با یکی سلام و مصلحت بکنم، درد دل بکنم یا نظر بخوام. برای اولین بار
یه دونه یکی از دفعاتی که زنگ زدم آمبولانس بیاد اینجا، اون موقعی که استخونام شکسته بود، تلفنم تو اتاق خواب بود، خودم توی آشپزخونه زمین خورده بودم، خیلی شدید. تلفنم هم دیدم دور و برم نیست، برخلاف همیشه از جام بلند میشم تلفن تو دستم، ولی خدا رو شکر تلفن روشن بود و با صدای بلند سیری رو صدا کردم، همون چیزی که رو همه تلفن های آیفون هست. سیری جواب داد و گفتم زنگ بزن به 911 یا اورژانس. بلا فاصله چند دقیقه بعد آمبولانس و آتش نشانی در خونه بودن و این حیوان وحشت کرده بود، چون از سر و صورتم خون میریخت. اونا میترسیدن بیان تو، باید یه نفر که متخصص سگ بود بتونه با حکمت سگ و کنترل بکنه، اونم اومد ولی میترسید که بیاد تو. خودم رو بردم دم در، تقریبا همزمان رسیدیم و اینا احتیاج داشتن بیان یه حوله چیزی از خونه بردارن که یه مقدار جلوی خونریزی و این چیزها رو بگیرن. از لولو میترسیدن، اون متخصص سگشون هم اومده بود میگفتن خب برو این حیوان رو مهار بکن ما بتونیم چیز بکنیم، به اصطلاح یه چیز براش بیاریم از تو خونه جلو خونریزی رو بگیریم. که طرف گفتش که راتبایلر من نمیرم، در حالی که من فکر میکنم چون زمین خورده بودم حالم بد بود، لولو به احتمال بسیار زیاد اجازه میداد که اینا بیان تو خونه کمک بکنن، ولی خب میترسیدن. به هر حال اون مرحله هم گذشت. درد، بیماری شینگلز، درد شکستگی استخوان ها، سه تا استخوان به علاوه بینی، تنگی نفس، انگزایتی اتک، انبا و اقسام، مثلا مرده متحرک شده بودم. خدا رو شد به خاطر نام مسیح. یادم میاد مرتب با آرزو میگفتم به جای اینکه من خودم یکی یکی به مردم به دوستانم تلفن کنم توضیح بدم، در ضمن کشیش مارک واقعا قوا کرد از نظر دعا، خیلی کمک کرد و با آرزو میگفتم با بچه‌ها تماس بگیر، دوست دیگه داریم مهناز توی اروپا، میگفتم با همه تماس بگیر بگو دعا کنن. به یه نفر توضیح میدادم، اون تلفن میکرد، همه رو در جریان میذاشت و البته خودم به مهناز تلفن کردم تو اروپا. ولی کشیش مارک و سقراطی، کشیش سقراطی و یکی دو نفر دیگر رو آرزو لطف میکرد باشون تماس میگرفت، توضیح میداد چه جریانی است و اونا با جون و دل دعا میکردن. هیچ چیز غیر از دعا، دارو نمیتونست به من کمک بکنه، هیچ دارویی کمک نمیکرد، هیچ. و خدا رو شکر الان توی کابینتم پر از دارو است، احتیاج ندارم دیگه، اصلا نخوردم. وقتی کمک نمیکنه برای مگه مرض دارم بخورم؟ کمک نمیکرد. و حتی داروی انگزایتی که باید میخوردم هر روز راحت گذاشتم کنار و الان بدون دارو خدا رو شکر، الان تنها دارویی که میخورم داروی فشار خون هست، فشار خونم رو تنظیم بکنه. خدا رو شکر میکنم به خاطر این تجربه. خوب نبود، ساده نبود، دردناک بود، اذیت شدم، بیمه نداشتم و اینجا میری بیمارستان، وارد میشه به دکتر میگه سلام حالت چطوره، $1,500 برات بیل میفرسته. ولی قانونی هست در کالیفرنیا که اگر کسی بیمه نداشته باشه و سنش از 65 بیشتر باشه، و یا حتی
تو این مملکت غیر قانونی وارد شده باشه و هیچی نداشته باشه، بیمه مدیکال بهش میدن که 100% همه چی رو کاور میکنه. ولی من باید قبل از اینکه کارم به بیمارستان میکشید باید اون بیمه رو میگرفتم. نمیدونستم، اهمیت نمیدادم. یه بیمه دیگه هست به اسم مدیکر که اون شامل هم سن من میشد، هم ماهی 2,000-3,000 دلار بهم حقوق میدن، اونم نگرفتم. 3 سال ماهی 2,000 خورده ای رو دولت خورد نوش جونشون، یا وقت نمی کردم برم دنبالش، یا پال و حوصله‌اش رو نداشتم. به هر حال، ولی الان قراره برام بفرستن هم بیمه خوب. اما اون روز که کارم به بیمارستان کشید، هم آمبولانس اومد در خونه، 1600 دلار برام بیل فرستادن. اما کالیفرنیا یه قانونی داره که اگر کسی پول نداره، مثل من جزء مستضعفین هست، و یا سنش بالا هست، 65 به بالا هست، این بیمه ها شاملش میشه. ولی اگر اپلاین تقاضای بیمه نکرده باشه و کارش به بیمارستان بکشه، اونجا بیمه اورژانس بهش میدن و این بیمه اورژانس باعث شد که 80% مخارج رو بیمه پرداخت بکنه. هنوز یه مقدار میگن تو مسئولیت داری، ولی باشون کنار اومدن خیلی راحت. دلم میسوخت برای اون لحظه که توی بیمارستان بودم، به فکر مردم ایران بودم. میدونین چرا؟ برای اینکه من اینجا بدون بیمه، بدون پول، زنگ زدم به اورژانس، بین 3 تا 4 دقیقه بعد آمبولانس و ماشین های آتش نشانی در خونه بودن، اومدن با احترام 5-6 نفر به من رسیدگی کردن، منو گذاشتن تو آمبولانس، آژیر کشون بردن به بیمارستان. قبل از اینکه برسم به بیمارستان، تماس گرفتن با دکترها و پرستارهای بیمارستان، اونا آماده با تخت دم در که منو بکشن تو. بلا فاصله دکتر ارتوپد اونجا بود، دکتر انبا اصلا پزشکا و پرستارا بودن، بدون اینکه بیمه داشته باشم، اصلا از بیمه اورژانس هم خبر نداشتم. به فکر مردم ایران افتادم. شنیدم تو ایران طرف میره بیمارستان، اول باید پول جور بکنه، نشون بده، تو مثلا زنی که داره بچه میزاد قبولش بکنن، یا اگر یه نفر یه بیماری خطرناک داره قبولش بکنن، یا اگر هم مجبور بشن قبولش بکنن، بعد نمیذارن از بیمارستان بیاد بیرون مگر اینکه پول بده. خیلی جالبه، غم انگیزه در واقع. آیا به خاطر اینه که ایران پول نداره؟ ایران خیلی ثروتمنده. ثروت ایران تو جیب خامنه ای و بادمجون دور قابچیاش، و برای نوسازی عراق، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان و غیره داره به کار میره، نه برای ایرانیا. چون آقای خامنه ای اهمیت نمیده به ایران یا ایرانی. همه چی رو هم حق خودش میدونه. حتی رأی دادن و این چیزا رو، رأی نه، چی میگفتن بهش، یه اسم خاصی داشت، یادم بیاد خدایا، رفراندوم. گفت رفراندوم یعنی چی؟ مگه مردم میتونن تصمیم بگیرن برای مملکت؟ نه، آقای خامنه‌ای داره تصمیم میگیره. ببینید چه بلایی به سر مملکت آورده، مملکت به این ثروتمندی. این عکس کج اومده، ولی خب بهتون نشون میدم، قیافه منه. فکر میکنم اینجا تازه از بیمارستان اومده بودم. ریشم و یه فکر میکنم 7-8 روزی بود، کمتر، یه هفته بود، حداقل یه هفته بود که ریش نزده بودم.
سر اونایی که میگن آقا تو خیلی خوش تیپی و فلان. بله آه، این یکی صاف اومده، عکس صاف بنده. چشم چپم هنوز کاملا بسته بود، مرتب ازش آب میمد و خیلی دردناک، خیلی ناراحت کننده بود که به خیر گذشت، خدا رو شکر. اینو فکر کنم نشون دادم، یه کمی از نزدیکتر گرفتم اینو، روی چشمم، بینیم و سمت چپ پیشونیم شینگلز هست. خیلی چیز بدیه شینگلز، خیلی دردناکه، دردناک همزمان با 3-4 تا استخون شکسته صورت و سر. دارم دیلیت میکنم، یه خورده جا باز بکنم برامون. اه چرا دوباره اومده این؟ اذیت نکن دیگه. ببین وقتی که اوکی، بریم با همدیگه سرودی بشنویم از